لطف و به نرمی عیسی می خواند، گوید نزد من بیا، بر در قلبت ایستاده می خواند، گوید نزد من بیا، بیا. شنوندگان عزیز، عنوان این مطالعه در کلام خدا هست: چه کسی در ما زندگی می کند؟ چه کسی در ما زندگی می کند؟ آیه کلیدی این تعلیم در انجیل اول یوحنا فصل 4 آیه 4 هست. دوست خوب من، در کلام خدا در انجیل اول یوحنا فصل 4 آیه 4 می خوانیم: فرزندان عزیزم، شما از آن خدا هستید و بر مخالفین مسیح غلبه یافته اید، زیرا در وجود شما کسی زندگی می کند که از هر دشمن مسیح در این دنیای گناه آلود قوی تر است. آمین. دوست من، از این که عرض می کنم کسی در ما ایمانداران به عیسی مسیح زندگی می کنه تعجب نکنید. در این مطالعه در کلام خدا از شما دعوت می کنم تا اون کسی را که در ما ایمانداران به عیسی مسیح زندگی می کنه را به خوبی بشناسیم. تعالیم کلام خدا به وضوح هرچه تمامتر به ما یاد می دن که از لحظه ایمان ما به عیسی مسیح به عنوان خداوند و یگان منجی، خداوند به ما موهبت بی نظیری عطا می کنه. این موهبت که روح القدس، روح مقدس خداوند، همان شخصیت سوم تثلیث در ما سکنا می‌گزینه و تا آخرین لحظه‌ای که ما زنده هستیم با ما می‌مونه. روح القدس در ما سکنا می‌گزینه تا ما را قادر بسازه درخواست و اراده خاص خداوند در طول حیات زمینیمون زندگی کنیم و موفق باشیم. عزیزان، از برداشت کلی این قسمت از کلام خدا در انجیل اول یوحنا فصل 4 آیه 4 قابل فهمه که منظور از آن شخصی که در ما زندگی میکنه همان روح القدسه. روح القدس همان مدد کننده، محافظ و راهنمایی هست که عیسی مسیح قول آمدن وی را در انجیل یوحنا فصل 16 آیه 7 به شاگردان و ایمانداران به خود داده بود. عیسی مسیح می‌فرماید: رفتن من به نفع شماست، چون اگر نروم آن روح تسلی بخش نزد شما نخواهد آمد، ولی اگر بروم او خواهد آمد، زیرا خودم آن را نزد شما خواهم فرستاد. آمین. دوست خوب من، در نتیجه دریافت روح القدس، هر ایماندار به عیسی مسیح از یک منبع بیمانند فوق طبیعی برخوردار میشه که همیشه در اوست. تا اینجا با کسی که در ما ایمانداران به عیسی مسیح زندگی میکنه آشنا شدیم، یعنی روح القدس. حال ببینیم اون کسی که در بیرون از ما در این دنیای گناه آلود هست چه کسی هست. باز هم با درک صحیح از کل آموزه های کلام خدا به خوبی تشخیص میدیم که منظور یوحنای رسول شیطان هست. کلام خدا شیطان را فرمان روای این دنیا به ما معرفی می کنه. عیسی مسیح منجی و خداوند ما در انجیل یوحنا فصل 12 آیه 31 می فرماید:
چون وقت آن رسیده است که خدا مردم دنیا را داوری کند و فرمان روای این دنیا یعنی شیطان را از قدرت بیندازد. آمین. دوست خوب من، شیطان روح هر مخالف عیسی مسیحه. شیطان روح هر پیامبر دروغینی هست که در مورد شخصیت واقعی و الوهیت عیسی مسیح دروغ میگه. شیطان روح اشخاصی هست که راه نجات و رستگاری دیگری را به غیر از فقط ایمان به کار تمام شده عیسی مسیح بر روی صلیب به دیگران تعلیم می دهند. به همین خاطر یوحنا رسول عیسی مسیح از قول وی شیطان را پدر دروغگویان معرفی می کنه. در انجیل یوحنا فصل 8 آیه 44 عیسی مسیح می فرماید شما فرزندان پدر واقعیتان شیطان می باشید و دوست دارید اعمال بد او را انجام دهید. شیطان از همان اول قاتل بود و از حقیقت نفرت داشت. در وجود او ذره حقیقت پیدا نمی شود چون ذاتاً دروغگو و پدر تمام دروغگوهاست. عزیزان، این فرمایش عیسی مسیح بود به فریسیان، مذهبیون خودخواهی که الوهیت عیسی مسیح را زیر سوال برده بودند. یوحنای رسول همچنین کسانی را که از شیطان پیروی می کنند فرزندان شیطان معرفی می کنه. در انجیل اول یوحنا فصل 3 آیه 10 یوحنای رسول می فرماید پس به این ترتیب می توان گفت که چه کسی فرزند خداست و چه کسی فرزند شیطان است. هر که زندگی گناه آلودی داشته باشد و هم نوع خود را نیز دوست نداشته باشد فرزند خدا نیست. آمین. عزیزان، شیطان به عوض این که برافرازنده و کمک کننده مردم باشه دائم در صدد نابودی آنهاست. دوست خوب من، در ارتباط با شیطان ما ایمانداران به عیسی مسیح باید همیشه نکته بسیار مهمی را در ذهن داشته باشیم. این نکته که اگرچه شیطان و همدستان وی تا حد زیادی از نیروهای فوق طبیعی برخوردار هستند، اما روح القدس که حال در ما زندگی میکنه از شیطان و تمامی همدستان وی نیرومندتر و داناتره. عزیزان لطفاً دقت کنید، روح القدس شخصیت سوم تثلیثه. روح القدس اگرچه شخصیتی کاملا مجزاست ولی وی در الوهیت یعنی خداوندی با خدای پدر و خدای پسر عیسی مسیح برابره. روح القدس با خدای پدر و عیسی مسیح یگان خدای ازلی و خالق این هستی هستند، در حالی که شیطان صرفاً یک مخلوقه. بنابراین با تمام نیروهای شیطانی خود او هرگز با روح القدس قابل مقایسه نیست. عزیزان، شاید برای بعضی از شما این سوال به وجود بیاد که فایده اصلی و قابل توجه این واقعیت که در ما کسی زندگی میکنه که از شیطان بسیار توانمندتر و داناتره چی هست؟ لطفاً توجه کنید، شناخت صحیح از این واقعیت شگرف که خداوند روح القدس شخصیت سوم تثلیث در ما ایمانداران به عیسی مسیح زندگی می‌کنه و او از شیطان و تمامی همدستان وی بسیار توانمندتر و داناتره فواید بیشماری داره. از مهمترین فواید بیشمار اول اینه که ما ایمانداران به عیسی مسیح با کمک، هدایت و محافظت روح القدس در خود بر شیطان و تمامی همدستان وی پیروزیم. دوست من، قسمت اول آیه کلیدی این تعلیم یعنی اول یوحنا فصل 4 آیه 4 این مهم را به روشنی به ما یاد میده.
قسمت اول این آیه به ما یاد داد که فرزندان عزیزم، شما از آن خدا هستید و بر مخالفین مسیح غلبه یافته اید، زیرا در وجود شما کسی زندگی می کند که از هر دشمن مسیح در این دنیای گناه آلود قوی تر است. آمین. یکی دیگه از فواید بسیار حیاتی حضور روح القدس در ما را یوحنای رسول در اول یوحنا فصل 2 آیه 27 به ما یادآور میشه. یوحنای رسول میفرماید: اما میدانم که روح خدا در شماست و به همین جهت نیازی ندارید کسی به شما بیاموزد که چه بکنید، زیرا روح خدا همه چیز را به شما تعلیم خواهد داد. هرچه او میگوید حقیقت محض است و دروغ در آن یافت نمیشود. پس همان گونه که به شما تعلیم داده است، همیشه در مسیح بمانید و هرگز از او دور نشوید. این قسمت را در اول یوحنا فصل 2 آیه 27 مطالعه می کنید. دوست خوب من، با در نظر داشتن نکاتی که از این تعلیم یاد گرفتید، امروز راجع به اهمیت حضور روح القدس در خود تعمق داشته باشید. ایمان به عیسی مسیح به عنوان خداوند و منجی مهمترین عملی هست که هر انسان میتونه در طول عمر زمینی خودش انجام بده. حضور روح القدس با خود در تمامی لحظات طول عمر زمینی نیز بزرگترین امتیاز و موهبتی هست که هر انسانی که به عیسی مسیح ایمان داشته باشه از آن برخورداره. دوست من، با قدردانی از این موهبت بیمانندی که به ما عطا شده، شایسته است تا بدون هیچ ترسی از شیطان همواره در پیروی از روح القدس زندگی کنیم. عزیزان، با این امید که این مطالعه در کلام خدا موجب برکت شما بوده باشه، از شما دعوت میکنم تا با خداوند گفتگو کنیم. خداوند، از تو سپاسگزارم که در ایمانم به عیسی مسیح گناهان من را میبخشی. خداوند، از تو سپاسگزارم که از لحظه ایمانم به عیسی مسیح تو با روح مقدست روح القدس در من زندگی می کنی. خداوند، از تو سپاسگزارم که به من کمک می کنی تا بر شیطان و تمامی همدستان وی پیروزی داشته باشم. خداوند، از تو سپاسگزارم که توسط روح القدس به من کمک می کنی تا حقایق الهی تو را درک کنم. خداوند، من تمام وجود خودم را به تو تقدیم می کنم. به من کمک کن تا فریب حیله و دروغ‌های شیطان را نخورم. خداوند، به من کمک کن تا هر روزه در پیروی از روح القدس زندگی کنم و خواست الهی تو را انجام دهم. در نام عیسی مسیح دعا می کنم. آمین. تو را خواهم، تو
دلم درون قلبم، توی راهم توی نورم توی شبانم، قلبم پر از حمد تو هست مسیح عیسی، جز تو کسی را نخواهم من در این دنیا، تو را خواهم تو را جویم درون قلبم، توی راهم توی نورم توی شبانم. ای خالق کل هستی اینک می آیم، با دعا و شکر گذاری تو را می خوانم، جانم اکنون مشتاق توست مجی دنیا، قلب مرا با حضورت مزین فرما، قلبم پر از حمد تو مسیح عیسی، جز تو کسی را نخواهم من در این دنیا، تو را خواهم تو را جویم درون قلبم، توی راهم توی نورم توی شبانم. تو را خواهم تو را جویم درون قلبم، توی راهم توی نورم توی شبانم.